سلام، تو این ویدیو میخوام به نقد و بررسی فیلم ماتریکس بپردازم. من یه ساله که دارم روی این فیلم تحقیق میکنم و کتاب زیادی رو در مورد این فیلم خوندم. این فیلم موضوعات مختلفی داخلش هست و شما میتونید در مورد مسائل دینی، سیاسی و چیزهای دیگه تو این فیلم پیدا کنید. اما ما تو هر ویدیویی فقط به یه موضوع میپردازیم که ویدیوامون طولانی نشه. تو این ویدیو میخوام به این بپردازم که ماتریکس از کجا شروع شده و شروع یا منشأ یا ریشه ماتریکس چیه. ویدیو دیگه ای که در مورد خود ماتریکس هست و اینکه ماتریکس چی هست اصلا و ماتریکس یعنی چی، اون ویدیو رو من اینجا لینکش رو میذارم. اگه آماده این بریم گردن کلفت‌ترین فیلم تاریخ سینما رو بترکونیم، با من همراه باشید. من تایید و امضای هنری کارگردان در مورد حرفای خودم رو در اواخر ویدیو توضیح میدم، پس تا آخر منتظر باشید. اولین سرنخی که میتونه ما رو راهنمایی کنه به اینکه ریشه ماتریکس چیه و از کجا شروع شده، اون تابلوی هست که داخل سفینه مورفیوس اسم سفینه روش نوشته شد. روی اون تابلو رو اگه دقت کنید، اینجا در ابتدا نوشته مارک 3 نمبر 11، یعنی که مارک 3 شماره 11، و زیرش یه کلمه‌ای به نام نبوکدنضر یا همون نبوکدنضر نوشته شده و بعدش هم باز یه تاریخی در مورد سال ساختش توی آمریکا داده شده. این یه نمادیه که تو فیلم به ما خیلی سرنخ‌ها رو میده. اما اسم سفینه یا همون هاورکرافت یا کشتی مورفیوس توی فیلم نبوکدنضر هست. نبوکدنضر به چند تا از پادشاه‌های بابل میگفتن که دومی اونا از همشون بیشتر معروف بود. داستان از اونجای شروع میشه که دانیال نبی توی قصر پادشاهی نبوکدنضر به عنوان خدمتکار شروع میکنه به کار کردن و توی این قضیه یه اتفاق خاصی میفته. پادشاه میخواسته این آدم ها رو به عنوان خدمتکار اونجا نگه داره و بهشون از غذای خودش میده و از شراب خودش بهشون میده، ولی دانیال اینو قبول نمیکنه و میگه که من از غذاهایی که پادشاه میده من نمیخوام بخورم. میخوام آیات 12 تا 16 بخش اول کتاب دانیال نبی رو براتون بخونم. میگه که تمنا دارم خدمتگزاران خود را 10 روز بیازمایی، بگذار به ماه موبات برای خوردن و آب برای نوشیدن بدهند. آنگاه سیمای ما و سیمای جوانان دیگر را که از طعام پادشاه میخورند ملاحظه فرما و طبق آنچه میبینی با خدمتگزارانت عمل نمو. پس وی در این امر به سخن ایشان گوش داده و ایشان را 10 روز بیازمود. در پایان 10 روز سیمای ایشان از سیمای همه جوانانی که از طعام پادشاه خورده بودند نیکوتر و بدنشان سالمتر مینمود. پس ناظر طعام ایشان و شرابی را که باید می نوشیدند از آنان باز می داشت و به دیشان حبوبات می داد. و اما خدا به این 4 جوان دانش و مهارت در هر گونه ادب و حکمت عطا فرمود و دانیال از همه رویاها و خوابها فهیم گردید. دانیال غذای خام گیاهی می خورده و گیاهخوار بوده، یعنی اینکه لبنیات نمیخورده، گوشت و موادی که تبخ شده، پخته شده و میشه گفت روی آتیش گرم شده رو نمیخورده. یعنی یه جوره میشه گفت غذای خام میخورده و گیاهخوار بوده. خب و نتیجهش هم این بوده که این آدم از بقیه سالمتر و جوانتر بوده و از بقیه بیشتر میفهمیده. اینا توی کتاب دینی و تاریخی ثبت شده و این خودش یه جورایی میشه گفت یه تاییدیه برای گیاهخواری. اما موضوع گیاهخواری و خامخواری همینطوری که ما بررسی کردیم تو این کتاب یک موضوع جدید نیست. این موضوعی که 1000 سال پیش هم بوده، تو خیلی از کتابا بهشون اشاره شده. توی کتاب شاهنامه میتونید در مورد این موضوع بریم بخونیم که اونجا میگه که در زمان کیومرث مردم از رویدنی ها میخوردن و گیاهخوار بودن. گیاهخواری، یا بهتر بگم اسم اصلیش خام گیاهخواری، حدود 40-50 سال پیش
توسط یه نفر به نام آرشاویر در آوانسیان دوباره کشف شد و توی کتابی به نام خامخاری اثر همین آدم نوشته شد. آوانسیان یک فرد ارمنی ایرانی بود که در تهران زندگی میکرد و به کشورهای مختلف سفر کرده بود. موفیوس میگه که دیدم که انسانها در مزارعی کشت میشن و به دنیا نمیان و دیدم که چطور مرده ها رو آب میکنن و به عنوان غذا به زنده ها میدن. گیاخوارها به این اعتقاد دارن که ما باید سلول های زنده بخوریم و غذای زنده بخوریم و مردم دنیا الان دارن غذاهای مرده میخورن و به این معنیه که وقتی ما گوشت یا جسد یه حیوان رو میخوریم سلول های اون مردن و وقتی که یه گیاهی رو میپزیم یا تبخ میکنیم یا توی روغن داغ میکنیم یا هر چیز دیگه بخارسوز میکنیم یا هر چیز دیگه اون سلول ها میمیرن. و مثال سادش هم اینه که اگه شما دونه یک گیاه رو بذارید داخل خاک اون رشد میکنه چون زنده است، ولی اگه همون دانه ها رو شما داغ کنید یا بپزین بعد بذارید زیر خاک هیچ وقت رشد نمیکنه، هیچی ازش در نمیاد، پس اون دونه ها مرده است. میریم صحنه بعدی که با یک شات مدیوم از یک ظرف غذای استیک شروع میشه. سایفر میگه که میدونم این استیک وجود نداره، میدونم وقتی میذارمش تو دهنم ماتریکس به من تلقین میکنه که این آبدار و خوشمزه است، اما جهل نعمت خوبیه یا نعمت بزرگه. سایفر داره به این نکته اشاره میکنه که تو دنیای ما از رادیو تلویزیون از طریق ماتریکس دارن به ما اینو القا میکنن که گوشت برای بدن ما مفیده و ما باید گوشت بخوریم. ما میدونیم که خیلی از گوشتخارا سرطان میگیرن و گوشتخارا بیماری های زیاد دارن، اما بازم از طریق رسانه ها هر روزه به ما اینو تلقین میکنن که گوشتخاری برای انسان ها مفیده. توی صحنه بعدی فیلم غذا خوردن گروه مورفیوس رو خارج از ماتریکس میبینیم. ساده ترین چیز توی سینما توی ادیت یک کات ساده است. وقتی دو تا صحنه با هم دیگه کات میخوره و کنار هم قرار میگیره یک ارتباطی بین این دو تا صحنه وجود داره و ادیتور و کارگردان فیلم هم این دو تا صحنه رو با قصد و نیت کنار هم گذاشته. یعنی شما میبینید که اول غذا خوردن داخل دنیای ماتریکس رو نشون میده و بعد غذا خوردن بیرون از دنیای ماتریکس و توی دنیایی که مورفیوس توش زندگی میکنه رو نشون میده و این دوتا صحنه رو پشت سر هم گذاشته و اینا بیدلیل و بیمعنی نیست. این یعنی که این دوتا صحنه به هم ارتباط داره و دارن مقایسه این دوتا رو به ما نشون میدن و میشه گفت این قسمت هم تقریبا میشه گفت وسط های فیلمه و میشه گفت یه جورای نقطه عطف داستان فیلم به این ربط داره، ولی شاید تا حالا کسی به این موضوع نپرداخته. توی دنیای مورفیوس یعنی خارج از ماتریکس میبینیم که غذای اون بچه‌هایی که با مورفیوس کار میکنن متفاوته و به این موضوع هم اتفاقا اشاره میشه. اونا سر این موضوع بحث میکنن و یکی از اونا به عنوان به نام موش، یعنی اون پسر کوچیکی که باهاشون کار میکنه و بیشتر برنامه کامپیوتری مینویسه، حرف جالبی میزنه و سوال جالبی در مورد این موضوع میپرسه. میگه که چجوری ماشین میتونه بفهمه که این چیزی که ما داریم میخوریم سوپ جو یا مزه مرغ میده یا مزه گوشت میده یا مزه چی میده، چون ما که تا حالا اینا رو نخوردیم و ماشین هم اینا رو نمیدونه. حالا این یه مکالمه شاید طنزآمیز توی فیلم باشه، ولی تو دنیای واقعیت بین گیاخوارا این یه موضوع خیلی شناخته شده است. من یادمه که توی ایران توی تهران چند بار به انجمن گیاخواری مهر زمین یا انجمن گیاخواری خانم حسینی در تهران رفته بودم و این تجربه ها رو اتفاقا دارم از ایران. اونجا اولین چیزی که باش برخورد کردم این بود که منوی غذایی اونا توش نوشته بود که کباب مثلا گیاهی یا مثلا مرغ گیاهی یا مثلا غذاهایی که معمولا آدم های گوشتخوار میخورن و داخلش گوشت هست و اونا تو منوشون اینا رو داشتن و من ازشون پرسیدم که مگه میشه، مگه اینجا شما گوشت درست میکنید؟ گفتن که نه، ما با ترکیب سبزیجات
همون طعم و مزه گوشت رو درست میکنیم تا کسایی که گوشت خورن و علاقه دارن به این طعم و مزه بیان این غذاها رو استفاده کنن، حالا خریداری کنن یا خودشون درست کنن. و این نکته‌ای که توی فیلم با طنز بهش اشاره شده که چطوری گیاهخوارا میتونن طعم گوشت، طعم جوجه یا طعم مثلا کبابو بتونن با یه دستور دیگه تهیه کنن توی دنیای واقعی، یعنی بین گیاهخوارا، یه موضوع شناخته شده است و اونها همچین غذاهایی رو دارن و این خیلی جالب. و اینم باز دوباره از اون نکته‌هاییه که نشون میده این فیلم به گیاهخواری داره اشاره میکنه. سایفر توی یکی از صحنه‌های فیلم که داره خیانت میکنه به مورفیوس میگه که از این دنیایی که مورفیوس برای ما ساخته خسته شدم، چرا به این یه آزادی؟ ما هر روز داریم یه غذای تکراری رو میخوریم. و این غذای تکراری که تو دنیای ماتریکس هر روز دارن یه مدل غذا رو میخورن با زندگی گیاهخوارا یه نسبتی داره، چون بعضی از گیاهخوارا توی تایم طولانی به خوردن یه غذا عادت میکنن و یه جورایی میشه گفت غذاشون تکراری میشه. مثلا گیاهخوارایی هستن که هر روز به مدت طولانی فقط سالاد میخورن یا یه مدل میوه رو به مدت طولانی چند ماه میخورن. مشاور هامان به نیو میگه که درسته که ما باید به صورت طبیعی زندگی کنیم و نیازی به این ماشین‌ها برای زندگی خودمون نداریم، اما اگه به این قسمت از شهر نگاه کنی می‌بینی که آب مصرفی شهر ما رو دارن همین ماشین‌ها تهیه می‌کنن و ما نمی‌تونیم خودمون رو از همه ماشین‌ها قطع کنیم. یه جورایی به این موضوع اشاره میشه که دنیای ما بعد از اینکه آدم‌ها گوشت‌خوار شدن به یه دنیای صنعتی و ماشینی تبدیل شده و ما اگه بخوایم امروز یه دفعه برگردیم به اون نقطه صفری که همه گیاهخوار بودن و دنیای دنیای طبیعی بود و نیاز به ماشین نداشت، یکم سخته، چون ما امروز برای تهیه انرژیمون، برقمون و آبمون از خیلی از دستگاه‌های صنعتی و ماشین‌ها استفاده می‌کنیم. مشاور هامان به این موضوع اشاره می‌کنه و به نظر من می‌خواد به ما بگه که ما باید توی دنیای خودمون بین استفاده از ماشین ها در تمام جوانب زندگیمون و استفاده نکردن از اونا تو هیچ زمینه ای باید یه تعادل ایجاد کنیم. ما میتونیم به عقب برگردیم، میتونیم زندگی خودمون رو تغییر بدیم و به زندگی سالم گیاهی برگردیم، اما هنوز هم یه مقدار به ماشین ها وابسته خواهیم موند. وقتی که فیلم ماتریکس قسمت اول تموم میشه، بعد از تیتراژ، یعنی بعد از اینکه اسامی دست اندرکاران فیلم رو نشون میده و میره بالا، در صحنه آخر آدرس یه سایتی رو نوشته و پسورد اون سایت رو برامون نوشته. آدرس سایت این هست: www.whatisthematrix.com password stake. و معنیش اینه که www.matrixchist.com و بعدش هم پسوردش همون ظرف گوشتیه که سایفر توی فیلم خورده. به نظر من این تصویر توی آخر فیلم امضای هنری کارگردانه. کارگردان تیر خودش رو اینجا زده، یعنی گفته که منظور من از کل این فیلم گوشتخواریه و اینکه شروع ماتریکس از زمانی که انسان‌ها و مردم گیاهخواری و زندگی طبیعیشون رها کردن و شروع کردن به گوشتخواری. این دقیقا همون چیزی که تو این صحنه به نظر من دیده میشه. سایت whatisthematrix.com سایتی بود که زمانی وقتی که فیلم ماتریکس رو پخش کردن این سایت وجود داشت و اطلاعاتی در مورد فیلم ماتریکس داخلش بود، ولی برای من یه سوال خیلی اساسی اینجا وجود داره: چرا باید آدرس یه سایت رو اونجا بنویسن و پسورد اون سایت هم به ما بدن؟ ما صاحب سایت نیستیم، چرا باید پسورد سایت رو داشته باشیم؟ و به نظر من این نمیشه فقط بگیم که این یه اطلاعاتی که آخر فیلم گذاشتن. به نظر من این یه امضای هنری کارگردانه و کارگردان میخواسته به ما یه سرنخ بده و سرنخش خیلی واضح و روشن داده، ولی کسی تا حالا بهش توجه نکرد. توی جمع‌بندی نهایی این ویدیو میتونم بگم که ساختار کنترل و ماتریکس از زمانی شروع شد که آدم‌ها گیاهخواری و تغذیه طبیعیشون رها کردن و شروع به گوشتخواری و پختخواری کردن. این ویدیو در مورد مبدأ و منشأ ماتریکس بود. ویدیوی دیگه ای من ساختم که مربوط میشه به اینکه ماتریکس چی هست
و این ویدیو رو لینکش رو در این بالا براتون قرار میدم و در پایین ویدیو توی دیسکریپشن هم لینک ویدیو رو میذارم، میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. من علی فرنگمیر هستم و این شبکه میستریزه. اگه دوست دارید میتونید از اینجا شبکه من سابسکرایب کنید و فیلم های بعدی منو در لحظه دریافت کنید.